از ارز زیکش چه می دانید؟ اگه از جمله افراد فعال در جامعه و دنیای کریپتوکارنسی باشید و یا حتی از علاقه‌مندان و افراد پیگیر اخبار اون، قطعاً به این موضوع پی بردید که تا به امروز ارزهای دیجیتال بسیاری پا به این بازار گذاشتن و خواهند گذاشت. اکثریت این رمزارزها ایده هایی مشابه و در بسیاری موارد حتی اهداف و کاربردهای مشابه دارند که تنها تغییراتی بسیار ریز و اندک در بستر اونها مشاهده میشه. اما هر پروژه جدیدی که در این دنیا متولد میشه با قصد بهبود و رفع مشکلات پروژه هایی که از قبل وجود داشتن تلاش میکنه. امروز در این ویدیو قصد داریم به بررسی یکی از ارزهای دیجیتال دنیای کریپتوکارنسی بپردازیم. این ارز دیجیتال زیکش نام داره که از سوی برخی تحلیلگران برادر بیت کوین هم نامیده میشه. سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده ویدیوی ما هستید. سابسکرایب چنل یادتون نره و واسه اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر بشید رو اون زنگوله کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب بریم سراغ ویدیوی امروزمون. زیکش فورک نخستین، گرونترین و محبوبترین کریپتوکارنسی دنیا یعنی بیت کوینه. این موضوع بدین معناه که برای به وجود آوردن و تولید اون کدهای برنامه نویسی بیت کوین رو به کار بردن. این ارز دیجیتال همانند بیت کوین تعداد محدودی داره و تنها چیزی حدود 21 میلیون نسخه از اون وجود داره. این ارز دیجیتال به اختصار ZEC نامیده میشه و نوعی شبکه پرداخت همتا به همتا به شمار میره. شبکه ارز دیجیتال زیکش کاملا برعکس بیت کوین، تراکنش ها شفاف و تماماً قابل پیگیری هستند. این ارز رمزنگاری شده قصد داره از طریق یک بلاکچین غیر متمرکز برای کاربرانش ناشناس بودن خودشون و معاملاتشون رو فراهم کنه و به وجود بیاره. زیکش هدف خودش رو بالا بردن و حفظ حریم خصوصی افراد از طریق تایید کردن معاملاتشون بدون فاش کردن اطلاعاتی که ممکنه حریم خصوصی اونها را به خطر بندازه بیان کرده. از سوی تیم توسعه دهنده زیکش بیان شده که این امکان برای شما فراهمه که تمامی اطلاعات خودتون رو مخفی کنید. نکته جالب توجه اینه که این موضوع علاوه بر مزایا یک سری معایب رو هم در کنار خودش داره. از جمله اصلی ترین معایب اینه که به راحتی و بدون درز اطلاعات امکان کلاهبرداری وجود داره و این موضوع ممکنه برای افراد مبتدی و تازه کار بسیار مشکل ساز بشه. زیکش بر بستر بلاکچین اختصاصی خودش راه اندازی شده و همانند ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین، اتریوم و غیره قابل استخراجه. این ارز دیجیتال در 2016 به وسیله زوکو ویلکاس خلق شد. در ابتدای تأسیس این پروژه نام‌های مختلفی داشت و ابتدا نام اون زیرو کوین بود و سپس به زیرو کش تغییر پیدا کرد و در آخر نام زیکش رو برای اون انتخاب کردند. زیکش برعکس اغلب ارزهای دیجیتال سرمایه اولیه خودش رو به وسیله جمع سپاری یا سرمایه گذاری اولیه به دست نیاورد و تمامی سرمایه گذاران اون هم خصوصی بودند. شما برای خرید و فروش زیکش میتونید صرافی های بایننس، اوکی‌ایکس، کوین تایگر، کیوبی گلوبال و کوکوین رو به کار ببرید. برای نگهداری کوین زیکش هم میتونید از کیف پول های سخت افزاری مثل لجر و ترزور استفاده کنید و یا کیف پول های نرم افزاری مثل کوینومی، فری والت، کریپتونیتور و غیره رو به کار ببرید. زیکش پروژه‌ای در حال توسعه است که از ابتدای شروع به کار خودش تاکید بسیاری روی مستقل بودن از حاکمیت‌ها و دولت‌ها داشته و داره. تحلیلگران معتقدند که به کار بردن زیکش از سوی سرمایه‌گذارانی که در کشورهای جهان سوم زندگی می‌کنند
براشون این امکان رو فراهم میکنه که ریسک از دست رفتن و یا کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم و یا مشکلاتی از این دست رو کم کنن. حالا میخواییم نظر شما رو بدونیم. نظر شما در رابطه با زیکش چیه؟ آیا تجربه یه سرمایه گذاری روی این ارز دیجیتال رو دارید؟ شما آینده ی زیکش رو چجوری میبینید؟ فکر میکنید چقدر احتمال وقوع کلاهبرداری در این پروژه وجود داره؟ لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.